سلام یه وقتایی برای اینکه توی اموری که به اون محول شده و یا تلاش هایی که داریم میکنیم موفقیت حاصل بشه نیاز به یک جمله انرژی بخش داریم این جمله شامل اینه که من میتوانم تحقیقات نشون داده همین یک جمله یک انرژی رو در شما و یک باوری رو در شما زنده میکنه که واقعاً به نتیجه خواهید رسید و در امری که انتخاب کردی موفق خواهید بود پس هر روز و هر لحظه با خودت تکرار کن من میتوانم باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نویبانگ از خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مونس یا و یاور ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا به دمی دل به خدا, دل به خدا بوش کن اونا بهترین کاد تو را می بهترین کار، تو را می, خانه بهترین, کار تو را می خانه بهترین کار، نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک خدایا بجز خودت همه چیز رو از من بگیر و من رو در کنار خود بودن موفق کن به نام خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام محضر ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرج و شریف و سلام و درود و احترام به یکایی یک که شما بینندگان عزیز خیلی خوش آمدید این ایام که اید در اید است بر شما مبارک و میمون باشه تحت ولایت مولانا امیر در صحت و سلامت باشید وجود نازنین امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید هر گونه که میتوانید در راه خدا جهاد کنید اگر با وجودتان نتوانستید با دستانتان اگر با دستانتان نتوانستید با دل و جانتان به اندازه ای که انزجار خودتون رو نسبت به دشمنان اعلام بکنید به هر حال نسبت به دشمنان شما باید یه حرکتی بکنید و دین خدا رو یاری بکنید که نتیجه نصرت دین الهی نصرت خودمونه و انشاءالله بهشت از آن ما خواهد بود جان عالم به فدای این آقای دوست داشتنی که در این ایام همه فضائل رو از آن خودش کرده غلط گفتم نه فقط در این ایام بلکه هر روز متشکل از فضیلتی از آقا امیرالمؤمنین علی علیه سلامه دلم میخواد یه روایت دیگه در رابطه با خود امیر مؤمنان براتون بگم جماعتی نشسته بودن آقا رسول الله فرمودن به همون آیهی که در سوره یاسین میخونیم که خداوند همه چیزش را در امام مبینش قرار داده مردم اشاره کردند که یا رسول الله آیا تورات و انجیل را هم به او داده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره به امیرالمؤمنین علی ابن عبی طالب کردند و فرمودند خداوند همه علمش را به او داده است جان عالم به فدای امیر علم. بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَارَ والله عليم بما يفعلون ای پیامبر آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان ها و زمینند برای خدا تسبیح میکنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گستردهند مشغول تسبیح او هستند هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می و خداوند از تمام اعمالی که آنها انجام می دهند با است یک بار دیگه اجازه بدید تبریک بگم این ایام سراسر نور رو به محضر شما و یکی از آیاتی که تلنگر در اون و شاید هم به نوعی کنایه از جانب خداوند متعال به مردم و مخلوقات و خاصه به انسان زده رو براتون امروز با هم نکاتش رو بگیم و بشنویم سوره نور 24 امین سوره قرآن جزء 18 هم آیه 41 میگه آیا نمیدانی که خداوند یا هر که در آسمان و زمین است تسبیح خداوند میکند اولین نکته اینجاست که بدانیم فقط انسان نیست که خدا رو عبادت میکنه دیگر مخلوقات خداوند متعال هم اهل تسبیح و عبادت خداوند متعال هم. وجود نازنین امام صادق علیه السلام وقتی صدای گنجشک آمد حضرت فرمودند بدانید و آگاه باشید که او تسبیح و تقدیس خداوند متعال میکند. اما دو تا تو نکته توی این آیه خیلی واضح و مبرهنه یکی این که اول انسان ها ای مخلوقات بشری بدانید و آگاه باشید شعور فقط مال شما ها نیست دیگر مخلوقات خداوند هم صاحب شعورند اما اون تلنگری که گفتم توی این آیه است اینجاست میفرماید که آیا نمیدانید که برای خدا تسبیح کنندگانی هست در آسمان و زمین که از جنس تیرن یعنی پرندگان اول اینکه خداوند بدانیم تسبیح کنندگانش با علم باید او رو تسبیح کنند پرندگان حیوانات دیگر که صاحب شعور از جنس خودشون هستند تسبیح خداوند رو آگاهانه انجام میدن ولو اینکه ما تصور بکنیم یک ریتم یک چیز نهادینه شده در وجود اونهاست یعنی نسبت بهش به اختیاری ندارن همون گونه که نسبت به شهوتشون طراحی شده در یه زمانی اون رو تخلیه بکنن عبادت خداوند هم جوید. اما جمیع روایت ها و جمیع از آیات به ما این رو میفهمانه که حیوانات، پرندگان، چرندگان آنچه که در زمین و آسمان خلق خداوند متعال محسوب شدن از روی آگاهی و شناختی که از یک پروردگار دارند او رو مورد عبادت و تسبیح قرار میدن حالا چرا انسان ها نسبت به ذکر خداوند قافلند بعضی ها خوب عبادت میکنند بعضی ها عبادتشون از سر اجباره که انهو بعضی ها ناپسند عبادت میکنند بعضی ها هم که کلا یاد خدا رو عبادت خدا رو که انهو قافل شدن اما تلنگر دوم که در این آیه به ما اشاره شده این که موجودات آگاهانه عبادت میکنن اما انسان در نمازش حضور قلبی نداره چند تا پیام داره اول اینکه تنها به خود نیندیشید به اطراف هم بنگرید و در هستی نیز مطالعه و اندیشه کنید کجا این رو میگه علم تره بدانید همه موجودات شعور دارند و نماز و تسبیح آنها آگاهانه است کل قد علم صلاته و تسبیحه مورد سوم نماز در صورتی ارزش داره پیام این آیه است در صورتی نماز ارزش داره که نمازگزار بدون چی داره میگه یعنی معنا و مفاهیم عبارات نماز رو آگاه باشه و از روی علم اینها رو بیان بکنه حفظ کنه و تو تیوار رو یکم اینجا رو بخارن یکم اینجا رو بخوان. اصلا توجه که نداره یه چی حواسش هم نیست چی داره میگه داری میگیم بسم الله الرحمن الرحیم اگر میخوای خوب بفهمی نماز یعنی چی باید نگاه کنی به تفسیری که مولا موحدین امیر امیرالمؤمنین فرموده از اون وضوع گرفتن و نیت کردن و اینها تا اون معنای اینکه که دستامون رو میبریم بالا این گونه حرکت میدیم بر پس گوشهامون دوباره بر میگردیم دونه به دونه هم حرکات هم عبارت ها رو حضرت بیان فرمودم که توصیه میکنم با یه سرچ معمولی هم به این مفاهیم دست پیدا میکنیم حتما این کار رو بکنید اون وقتی که برای شما خیلی لذت بخشتر خواهد بود مثل یک غذایی که مواد اولیش رو بدونید مثل یک دارویی که فوایدش رو بدونید خیلی با لذت و با اعتماد بیشتر اون رو استفاده میکنید و اما پیام آخر رو که چند بار امروز توی این لحظه تکرار کردم این که خداوند بر جزئیات تمام اعمال ما آگاه هست خدا میدونه کجا میگه فهمد والله علیمون به ما یفعلون همیشه اینو تو ذهنمون داشته باشیم بسیار قوه بازدارنده است از خطا اینی که خدا آگاهه فکر نکنیم من خدا رو نمیبینم علیه بالله خدا هم من رو نمیبینه این مال کوری دل منه که خدا رو نمیبینم و الله فرمود من به شما از رگ گردن نزدیکترم با این وجود چرا بعضی هامون خدا رو در کنار خودمون نمی بینیم و امام سجاد در دعای ابو حمزه همین رو می فرماد فرماد یه وقتهایی تو پرده روی کارهای من کشیدی که, من من فکرم تو منو نمی بینی اصلا یا من از یک بچه سبی کوچیک سن پایین حیا کردم ولی از تو خدا حیا نکرد چقدر خدای مهربان مظلوم در بین خلق هست حواسمون باشه الله علیمون به ما یفعلون هر باری من موسوی میخوام برم سمت یه خطایی باید بگم که ببین خدا میبیند تا برا خدا توجیل نیاری یا خدا میبینه حالا دیگه تو هجابه توی گفتاره توی خوردن آشامیدن خوابیدن بیدار شدن همه اینا خدا حاضر و ناظر در برنامه های قبلی هم گفتیم عالم محضر خداست همه چی در برابر اوست از مقابل به خودمون بگیم به نظر من حقیر توی خونه همهمون باید یه تابلو این شکلی باشه این آیه رو بنویسیم با طلا علم یعلم به ان الله یرا اگه نمیدونی که خدا تو رو داره میبینه وقتی که خودمون رو شاید یه قدری جمع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اصلح عبدك و خلیفته. ما اصلحت به انبيائك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصداياك يحفظونه من كل السوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا وَلَا تَجْعَلْ لأحد مِّنْ خَلْقِكَ عَلَىٰ وَلِيِّكَ سُلْطَانًا وَأَذَلْ لَهُ فِي جِهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیم. سلام و مجدد محضر شما بینندگان و خوشحالیم که امروز ردیم روز عزیز میزبان جناب استاد محمد فقیهی رضایی هستیم و انشاءالله آغاز گفتگو خواهیم کرد بعد از سلام و عرض ارادت استاد سلام سلام علیکم وقت شما بخیر باشه خیلی خوش وقت شما هم بخیر بنده تبریک عرض می‌کنم خدمت شما عید سعید و بزرگ رو که الحق از مهمترین ایام ما شیعیان هستش و افتخار می می‌کنیم به اون چیزی که در این روز مثل امروز اتفاق افتاده الحمدر. خیلی متشکرم یه خلاصه و گذراب از برنامه قبل رو تقدیم بینندگان بکنیم برگردیم با شما همراه خواهیم این بخش رو برای شما با احترام پخش خواهیم کرد خب امام می‌فرماد از همه مهمتر تو این اسلام الاسلام، اسلام خمس این اسلامی که روز قدیر کامل شد بر پنج تا چیز بنا شده از همه مهمترش ولایته چون ولی مفتاحشه کلیدشه راهنماشه امامی که میگه حج و چجوری باید انجام بدید حج تواف نسا میخواهد نه اون کسی که میگه نمیخواهد و حج همه رو باطل میکنه در و داغون میکنه امامی که میگه از اموالتون انقدرش رو خارج کنید به عنوان خمس تا این حلال بشه نه اون کسی که میگه نمیخواد تا اینکه این اموال همه مشروبه به حرام باشه خود و اونها متاسفانه اموالشون همه اموالشون حلی. مشروبه به حرام ولی اموال شیعه پاک هستش امامی که میگه چه جور نماز بخون امامی که میگه چه جور روزه بگیر این امام فرمود که وقتی که یه نفری امام جماعتی میادش آخر حمد میگه ظالم میگه بعد میگه آمین اینجا شیطان میره جلوش میسته این با شیطان اقتدا میکنه بقیه هم به او اقتدا میکنن یعنی امام جماعت اون جماعتیش پیش میادش شیطان ابلیس میشه و این امام که ابلیس رو دور میکنه بله منظور اینه که میگه آقای امروزی که میبره تو لکم الاسلام اون اسلام اون اتفاق بزرگ و شکوه مندی که ما برای اون اومدیم امروز رقم, امروز رقم خورده. و ما ممنون خدا هستیم این که میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین این یه تشریفی نیست تشریفات است تشریفات رو اما دقت میکنیم چی میگیم که خدای شکرت که ما رو برای اون مسیری که آفریدی راهش هم به اون نشون دادیم راهنماش رو هم به ما نشون دادی و امروز دیگه بین بود پیانبر قبل از قدیرم ولی. ولی امروز دیگه رسما راهنما مشخص شد خیلی نعمته که ما هدف زندگیمون در واقع امروز مهرش خورد امروز دیگه مشخص شد که آقا خب اون هدفی که برای شما رو برای اون خلق کردم امروز دیگه قشنگ روشن کردم این نقشه کاملا دیگه روشن خب، بینندگان خلاصه گذشته رو دیدن و آماده ایم برای بحث جدید شاید بسم الله الرحمن الرحیم پنده قبل از اینکه ادامه ارائز هم رو تقدیم کنم بزرگ. به نظرم میرسه چند جمله ای بالاخره مباب ایام ارائزی داشته باشیم تقدیم بینندگان محترم بزرگوار البته شما الحمدلله خودتون اهل فضل هستید لطف میفرمید، خیلی هم خوب ام. استفاده میکنید خب، روز نزول سوره حلعتا یک روز خیلی بزرگیه و این سوره و این ماجرایی که بالاخره بزرگواران در نظر دارن و میدونن یک سندی است بر حقانیت تشیع بر فضائل اهل بیت اسم و تهارت و باید همه ما خیلی اونو بزرگ بداریم یک و بدونیم که چه اتفاقی افتاده و اینو منتقل کنیم اینها خیلی مهمه یه شخصی به نام شهاب الدین آلوسی که بسیار آدمیه که با شیعه بده. بله مخالفت شدید. به شدت تفسیری داره روح المعانی. البته از نظر ادبی و این مسائل آدم ملاییه ولی به شدت با شیعه بده. بحث اعتقادات زاویه شدید. به شدت تو مسائل امامت. این آدم شما ببینید ذیل این آیات سوره حل که ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشربوا بها عباد الله الی اخر که دیگه داستانش مستظر هست اینو بالاخره تو همین برنامه هم قطعا راجبش مفصل صحبت شده من نمیخوام تکرار مکررات کنم اما این آدم میگه که از لطائفی که در این سوره هستش اینه که این سوره انواع و اقسام نعمت های بهشتی رو راجب اون کسانی که به یتیم و اسیر و مسکین اطعام کردن و ذکر میکنه که به اونها داده میشه ان با اقسام نعمت های بهشتی ولی از هورل این سخنی درش گفته نمیشه از هورل این سخنی گفته نمیشه میگه رعایتا لحرمت البتول و قررت عین الرسول اه. میگه به خاطر اینکه احترام فرزند پاک پیغمبر حرمت بتول حضرت صدیقه کبرا نور چشم پیغمبر اینجا حرفی از خورال این, این به میان نمیادش میان نمیادش یه آدم اینطوری می چجوری داره تشریف میکنه چقدر بزرگ داشت میکنه تکلیف ما شیعیان مشخصه حقا من یه سوال حاشیه ای بپرسم البته سوالی است که شاید همه جا پرسیده شده پاسخ هم داده شده میخوام بگم که حالا تلنگری برای خود ما هم هست قطعا توی ده. پاسخ با توجه به این همه تعبیر شما تشریف کردن حضرات معصومین حالا ولو در نگاه اهل عامه به عنوان نوگان و یا پاره های قلب پیغمبر چرا دیگر متفکرانشون حالا با این عبارت میگم و دیگر بزرگانشون اینقدر احترام نمی کنن رعایت ادب ندارن نسبت به اهل بیت ببینید من اینقدری که بنده به ذهنم میرسه اینا توی دو راهی هستن یک راهش راهی که امثال آلوسی میرن که به شدت سنگ محبت و فضائل اهل بیت رو به سینه میزنن یعنی شما جای جای تفسیرش میبینید بهش خیلی تعبیرهای عجیبی راجع به اهل بیت داره که بعضا میبینیم شیعیان شاید نداشته باشن اما با شیعه مخالفن یه روایت عجیبی هستش خب این شطور سواری دل 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 یعنی یه روایت جالبی است که حضرت صادق علیه السلام برخی از شیانشو میفرمایند که این ناسبی ها اکثرشون از این ناسبی ها با ما دشمنی جرأت ندارن بکنن از ما اینکه این که ناسبی بهشون گفته میشه چون با شماها دشمنند عجب میگن یکی از معانی ناس برای ما زدند احسن يعني يعني به ما به ب... ب... ما چه میرسن خوبی میگن احترام میذارن دشمن ولی با شماها دشمنن و اینو ناسبین به خاطر همین دشمنی که این از جم... این آلوسی از این جور افراده که به شدت سنگ اهل بیت میزنه یه راهی هم که دارن راهی که یه سری دیگه که شما میفرمایید چه زیاد چیزی نگن چون میدونن اگه بگن میشه شطور سواره دولت الله پس نجیم پس کلا نجیم حرفی نزنیم چون بزنیم خب بالاخره توش میمونیم میگن خب عجب پس اینا اینجوریان پس حالا بقیهش کو دیگه چه خبر آره این اگه این رعایتا به حرمت البتول این اینشون چی بوده هستن سوالات آره دیگه, دیگه میاد بعد ایشون کجا خاک شده خوبی سوال کجا اینه. به خاک سپرده شده این دخ... این قرت عین رسول کجا هستش پس چرا قبرش پنهانه و همینطور دیگه اون وقتش میره دومینووار آره، کار خراب, خراب میشه برای همینم شما میبینید مثلا یه آدمی مثل ابو حیان آندلوسی این از بزرگترین مفسران اهل سنت وقتی که اینا رو نقل میکنه خیلی کوتاه میگه که نقل شده که راجب علی و فاطمه و حسن سلام الله علیهم البته میگه نقل شده راجب اینا هستش اگه نمی کنن سر میخوره میری کنم و جاهای دیگرش هم همینطور یعنی میگم یه دوراهی خودشون که میرسه خیلی فکر کنم مفصل بله یعنی یه بالاخره حق وقتی آدم بخواد بپوشونه ماجراش اینطوری میشه دیگه یا باید اونطوری بشه که خودش مفتزه خودش خودش رو کنه یا اینطوری ماجرا بشه بله. و خب این افتخار ما هستش واقعا بله. که ما سرمون بلنده و میگیم که آقا اونی که قرآن میگه ان الابرار یشربون مثل عینا به یشرب و به عباد چون آیات عجیبی هم دلی. هست بزرگ که میگه ان الابرار نیکوکاران یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اینا از یک جامی می که توش یه خورده از شراب کافور بهشتی هست یه خورد مزاجها منزود شده این کافور چیه؟ عینن یه چشمه ایه که یش و بها عباد الله بندگان خاص خدا سرش نشستن یفجرونه ها تفجیر خودشون چشمه رو میجوشونن الله اون بندای خاص خدا کیان؟ که یوفون به نظر اونان هم که همونایی که همشون. به نظرشون وفام کردن که و تمام امونت تام بهی اینا میگه آره اینا اون چشمه ای که ما خیلی شما به دیار تحویل بگیریم یه قطره چکونیم اون... چند تا از اونا میچکونیم توی این جام شراب بهشتی خودشون سر چشمه نشستن یک نه فقط سر چشمه نشستن. میکنن حلق خلق میکنن چشمه رو خیلی این خوشمزگی تعبیر من خوشمزگی فهمیدن آیات قرآن در همینه که مقامات رو هم بیان میکنه که این حضرات معصومینی که ما براشون ان اینجوری هست براشون سینه زپر میکنیم گریبان چاک میدیم از عشق و محبتشون ببین کجای داستان به قول تو چه درجه هستن مثلا کار دست خودشونه قواری آه. را من چند تا آیه بعد قواری را من فزه قدروها تقدیرا میگه این جامهای بهشتی رو خودشون اندازه میگیرن رو خودشون درست میکنن اصلا این جامعه چقدر باشه قدروها تقدیرها خودشون جامعه اندازه رو مشخص میکنن همه چیز دست خودشون اونجا اینا سربران ما هستند دیگه گفت حالا شما با سربران خودتون ما با سربران خودم باشه باشه انشاءالله انشالله من این روایت شریف از از رو, رو تقدیم بکنم خیلی روایت زیبایی برای امروز هستش که حضرت ب... پ... رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که بزرگواران امیرالمومنین هست صدیق و امام حسن و امام حسین علیهم السلام رسیدن خدمت پیغمبر بعد از اینکه اون شب گذشت چون ظاهرا حالا بعضی میان سه شب ولی بر مرحوم قومی میگن یک شب بوده این ماجرا چون بعضی باز... هر سه وعده رو در, 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 یک, در شب. یک شب بوده چون هر, هر ولی به هر حال میگن وقتی که اون اومدن خدمت پیغمبر پیامبر خندیدن زهی چند نبی فرمودن که خداوند به شما نعمت داده که تمام نمیشه و چشم روشن میکنه تا آباد. برای همیشه گوارایتون باد ای اهل بیت پیغمبر به نزدیک بودن و همسایگی به رحمت خداوند بالقرب من الرحمن خداوند شما رو در دار جلال دار الجلال و جمال جایی که جلال و جمال اونجا به نهایت هست شما رو ساکن خواهد کرد و از به شما از سندس و استبرق و ابریشم و جامعه های بهشتی خواست. شما رو خواهد پوشاند و از رحیق مختوم شراب بهشتی و نعمت های بهشت به شما خواهد داد شما نزدیکترین مخلوقات هستید به خدای رحمان در امانید اون زمان که مردم میترسند خوشحالید اون زمانی که مردم ناراحتند در سعادت هستید اون زمانی که بسیاری از مردم شقی شدند شما در راه و ریحان هستید در جوار رب العزیز الجبار در جوار خدا رحمت خدا او از شما راضی است و خشمگین نیست از عقاب خدا در امانید و ثواب خدا راضی هستید میخواهید و به شما داده میشود تسألون فتوعتامون هر چه بخواهید به شما داده می شود و به شما تحفه داده می شود شما را خوشنود خواهی شد شفاعت خواهید کرد و شما شفاعتتون قبول خواهد شد حالا عرض ما این فضائل رو عرض کردیم اینم امیدواریم که برای ما و بینندگان و از سالی بالاخره انشالله این, این قسمتش هم که ادامه است برای ما رقم بخوره حضرت پیامبر فرمان تو بال من کان معکم خوش به حال, حال کسی باش که با شماها باشه تو بال من اعزکم اذا خذلکم الناس خوش به حال اون کسی که شما رو عزیز کنه اون زمانی که مردم از نصرت شما دست میکرده چون خزلکم معنیش خار کردن نیست معنیش دست کشیدن از نصرته مم. الان, الان اینطوری دیگه هست صاحب مم. زمان چی،, تو زندگیش دقدقه یاری امام زمان داره خوشبال اون خوشبال این شبکه ان با اخلاص الاند. باشه الاند. که در مسیر یاری اهل بیت باشه ان شاء همکاران شما شما بزرگواران بزرگ. خدا روزی هممون کنه روزی همه بینندگان کنه اینشالله. و اعانکم اذا جفاکم الناس این بعد از ماجرای حل اتاس و پیامبر دارن نعمت های بهش رو فرمودن بعد حالا دارن حال اونایی که به شما کمک کنن اون زمانی که مردم به شما جفا میکنن شما رو فراموش از میکنن داستان دیگه مدینه و تا امروز بله دیگه و تا امروز اون مردمی که به شما کمک میکنن در اون فرمایش شما ماجرای صقیفه مدینه داجرای امیرالمومنین کربلا چه, چه؟ و تا امروز خوش اون کسایی که به کسی به یاد اهل بیت نیست میگه دقدقش امام زمانش هستش و به شما پناه میدن اون زمانی که شما مردم شما رو ترد میکنن و یاری میکنن شما رو اون زمانی که مردم به جنگ شما میان الویل لکم من امتی وای بر امت من که با شما دشمنی بکنن از کسانی از امت من و وای بر امت من از سوی خدا که بخوان با شما دشمنی کنن سپس حضرت صدیقه رو بوسیدند و جریستند و پیشانی امیر رو بوسیدند و جریستند و امام حسن و امام حسین رو به سینه چسبندند پیامبر جریست. و جریستند و فرمودند خداوند خلیفه بعد از من خدا کمک کار شما باشه فلمح یا والممات خداوند کمک کار شما باشه از طرف من جایم شما باشه در زندگی در وقتی که من زندگی هستم و بعد از این از دنیا میرم شما رو به خدا میسپرم و او بهترین کسیه که به او سپرده میشه خدا شما رو حفظ کنه و وصل الله من وصل خدا وصل کنه خدا انایت کنه کسی که با شما وصل کنه ارتباط بگیره ارتباط بگیره. بگیره احسن هر جوری ببین وسلکم فقط هم الزامنی نیست که ما حتما روزه بعد خونمون بگیریم. نه میبینی یه خانومی داره آشپزی میکنه تو خونه میگه یا صاحب از زمان این ثواب این آشپزی برای شماست هلی. یا صاحب از زمان زنده نگه یاد و خاطره شون. میاد قضا رو پن من دیدم بانوانی که قضا پن میکنم میگن کاش که آقا بود من یک بشقاب از این قضا میبردم در خونه شون. همین به بچه ها میگه که این بچه تو دلش این 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 بس بزنه میره خدمت امام رضا میبوسه زری حضرت و عتب بوسی میکنه میگه یا رسول الله برای الا المبدت فی القربا اومدم سله رحم کنم با شما و با فرزندان شما این, این بسلکم دیگه بله نمازش نمازشو میخونه میگه این ثواب این نمازمو هدیه میکنم به حس صدیقه کبرا قرآن صحیح. میخونه به امام حسین این دائما وصل کردن و خدا یاری کنه کسی که شما رو یاری کنه و خدا نصرتش رو دریغ بکنه از کسی که نصرتش رو دقیق کنه از شما و شما رو بترسونه انا من زودتر از شما میروم و شما به زودی به من ملحق میشوید و همگی به نزد خدا خواهیم رفت و بگوف و ایستادن در پیشگاه خداست و حساب بر عهده خداوند هستش این به حال روایتی است هم از فضائل اهل بیت هم اینکه که بشارتی و هم اینکه که بالاخره یک خوشداری هم هست که مبادا خدای نکرده دست از یاری اهل بیت برداریم یا بردار. اون بحث وصل رو انقطاع ایجاد بکنیم خدا کمک بکنه و توفیقاتمون رو در این مسیر بیشتر بکنه سپاس آمد. روایت دوست داشتنی بود و اون نگاه متفاوت به آیات هم لحظاتی شعف خاصی به برنامه یه فاصله کوتاه بگیم با ما همراه باشید کماکان در خدمت شما خواهیم بود در این روز عزیز ممنون از اینکه با ما همراه هستید و نگاه مهربانانه و زیباتون رو به این قاب دوختین در این روز در مکتب اهل بیت مثل هر روز پای درسشون نشستیم و از محضر جناب استاد فقیه رضایی کسب فیض خواهیم کرد ولی بگم بدانید دوستی با آدمهای رد بالا انسان رو هم ناخداگاه بالا میکشه برای همینه که در روایات به انتخاب دوست با پارامترهای مختلف با به قول معروف گذینه های مختلف تذکر داده شده که ببینید کی رو به عنوان دوست انتخاب میکنی حالا این اه اهل بیت رو تصور کن دوست خودت انتخاب بکنی چقدر نتایج خوب برای شما همراه داره وقتی کم کم رنگ و بوی اونا رو بگیری چقدر حال وجود خودت حال جامعه حال کسانی که با شما در ارتباط خواهند بود تغییر خواهد کرد بهترین دوستان خدا اهل بیت هستند که سلام و درود خدا بر همه اون حواد آدم آقا خدمت شما از من نص. من در ادامه همین فرمایش بزرگواری بس درس بست دادم بزرگواری خواهش به ذهنم میرسه این نکته رو یادآوری کنیم به خودمون که توی همچین شب و روزی که داستان حلعت ها پیش اومد سه نفر یه یتیم یه مسکین و یه اسیر آمدند در در خانه آل الله و عرض کردند و اونها هم غذای خودشون رو یعنی اون چیزی که بهش علا خب بهی حالا این فرمودن ما تحبون بود برای همون این چیزی که به حال خب بهی نه اینکه عاشق غذا نه به حال غذاست غذای خود توی نیاز داشت با اون بحث روزه داری نیاز, نیاز مبرمشون غذاشون رو دادن به اونها حالا ما تصور کنیم که اگر این بزرگواران غذاشون که هیچی یک جنجی داشته باشن که بی نهایت هست که دارن چون اصلا فهمدن اصلا خداوند تو روایت هست که خدا دنیا و آخرت رو به ما بخشید هم. حضرت فهمدن. حدیث شرف کسا هم همینو داره میگه همه چی رو برای شما خواهد برای شماست و محبت من میخوام بگم یه زیرکی ما بکنیم از اون فقیر و مسکین و یتیم یه درسی بگیریم که ما گاهی تا کارت به خون نخوره در خونه اهل بیت نمیریم ولی درس بگیریم که آقا اصلا چرا کارت به استخون میخوره اینا, دا اینا اولا دستشون پر پر نباشه میدن پر باشه چی بعدم دائم این عرض حاجت این عرض حاجت رو یاد بگیریم خودمون و یاد بدیم به فرزندانمون تکرار بکن و بدونیم که اونها دست خالی کسی رو بر نمیگردونن عادت و کمل احسان سجیت و کمل اصلا اینجوری هست عادتشون اینجوری هن. دست خالی کسی از اون خونه بر نمیگرده یک دو گاهی ما میگیم آقا من مثلا کلب آستان شما هستم خب باش این خیلی خوبه ولی به قول یکی از علمای بزرگ حالا شاید اینجا صلاح نباشه اسمشون بالاشه میگو اینم گای ادعاست آره. ولی میگفت من میگم که من سائلم میگفت این دیگه ادعا نیست سائل ممکنه دیگه. هر چی باشه بله. هر چی باشه حتی اسیره ممکنه اسیر اصلا مسلمونم نباشه کمان که اسیر رو در تعابیر فرمودن یعنی یهودی یهون یهود میگه آقا من سائلم من اومدم سائل. سائلو که به بابک من یه جدایی هم اومدم جدایی کنم هیچ ادعایی هم ندارم فقط اومدم جدایی کنم این ندیدن خود در این مقام بست. خودش بست. یه بست. حرکتی حرکت بست. و این خیلی به نظر مؤثر میاد که اولا خب طرف به امام, سج... به امام جواد علیه السلام نامه نوشت که آقا من میخوام گاهی از امامم مطلب رو بخوام یه چیزی بخوام همونطوری که از خدا میخوام چیکار کنم همونطوری که تو روایت شریف هستش مستظر هستید حضرت امام هادی علیه السلام کسی از جون سوال کرد که آقا ما گاهی میخوایم حاجتمون از اماممون بخوایم همونطوری که از خدا میخوایم چیکار کنیم حضرت اون حرک شفتک تو اونطور تو تکون بده لبتو تو تکون بدید و ان الجواب یاتیک یه جواب میاد برات خب اینو میگیم آقا ما نشستیم اینجا تو خونه خودمون یا صاحب از زمان من این مشکل دارم لطفا به من کمک کنید این همین آقا و یتعمون تعام که میگه آقا سائل رو رد نمیکنن تو خودشون به ما آموختن کسی که جدایی میکنه ولو به شیء یسیری ردش نکنه بله. چیزی کف دستش بذاری چطور خودشون ممکنه رد بکنن ما چقدر گرفتاری ها و مشکلات داریم تو زندگی آخه ما گای عرض میکنم ما گای حتما بعد سرمون به امثال بنده به سنگ بخوره بیفتیم تای کوچه بنبست بعد بگیم یا صاحب از زمان یا از سبل که در اون از... جواب میدن ولی خب زشته دیگه آدم تایه کار فکر اینها بشه حدیث خیلی زیباییه که حضرت آدم علی نبی و علیه السلام ایشون بعد از خواهمش خب بعد از اینکه از بهش آمدن خارج شدن بالاخره آمو خداوند که به این زوات تلق آدم ایشون توسل کرد به زبان مقدسه اهل بیت و توبهشون پذیرفته شد خدا به ایشون وحکت که آدم اگر قبل از اینکه این, این کار انجام بدی بری سراغ این شجره شجره ممنوعه منو قسم داده بودی به همین بزرگواران که خدا یا کاری کن که من نرم سراغ این شجره ممنوعه من همین کارو میکردم کمکت میکردم کمکت <میکردم> <میکت میکردم> حالا تو بعدش قسم دادی من تو رو بخشیدم جبران کردم میخوام بگیم آقا یک اولا کرامت در نهایت کریم من اولاد الکرام عادت و کمال احسان سجیت و کمال کرام این که جای خودش دو سائل رو هم دست رد قطعا به سینش نمیزنن همین و یتمون و... تا قضای خودشونو دادن به سائل چه برسه که دستشون دنیا آخرت دستشون هستش چهار سه مشکلات بینهایت ما درخواست های ما حاجات بینهایت ما گفت دا. کاهل بود تقصیر سال دیگه این ما این این بزرگواران که یادمون باشه آقا هر میشم به یت تمام آقا اینا اهل اطامن اهل عنایتن سائل رو رد نمیکنن کما که آقا سیدو شاده میفرماید که هر وقت خواستید سوالی بکنید یعنی گدایی بکنید در خونه کسی برید که اصیل باشه جوان مرد باشه و اهل ایمان این خانواده همه این خصوصیت رو دارن اصالت از آن این خانواده ایمان که از سر و روی این ها میباره و اون بحث جوانمردی رو هم که بی مثال و بی کجا بریم بهتر از این بنده من باب حسن ختام عرایزم و این که حالا یه ماجرای زیبایی در الان به ذهنم رسیدش تقدیم شما بزرگواران کنم که آقا این درخواست از این بزرگواران تأثیراشو یکی از علمای تهران میگفتن که یه شخصی نقل میکرده که آقا مشهد خیلی شخص متدین محترم خیلی رو تربیت فرزندش و این که دوستانش جامعه با این خیلی مهم هست یا دوستا چیا هستن بالاخره با چیا میشه بچه این خیلی دقت میکنه با چیا دوسته میبینه کسی که خیلی فرزندش با اون دوست از نوجوانی این خیلی بچه خوبی هم هست خیلی فرزند محترم مؤدب اهل واجب، انجام واجبات ترک محرمات چون اصلا فرزند خود اون عالم جلوتر هم بود با همین هم میبینم این از بچه خودش جلوتره مم. میره با اون فرزند میگه که مثلا به بچه خودش باشد میگه آقا فرزند رو ببینیم و میاد و آقا شما چجوریه پدر شغلشون چیه میگه پدر راننده کامیون هست تقاضای ملاقاتی میکنه با پدر ایشون و ملاقاتی صورت میپذیره میگه آقا شما چیکار کردی؟ شما چقدر فرزند خوبی داری مثلا یه توضیحی میدین چه کردی چه که چه به این مرحله رسید خب اون پدر نون حلال خور بوده دقت تربیتی داشته اینا همش جای خودش طبیعی خب باید این عرضه که میخوام بکنمم هم نافیه این مطالب نیست این باید ما حواس اون باشیم مطالب تربیتی جای خودش بله دقت رو باید داشته بود مثل کمربندی که میبندیم در حالی که ایمنی خودرو و اون رانندگی رو قوانینش رعایت میکنه صرف بستن کمربند نیست پدر اون پدر اون دوستش راننده محترمی بود راننده کامیون از قشر محترم رانندگان کامیون کام که آقا من هر روز از مشهد بار میزنم به حومه مشهد ما از مرز مشهد که خارج میشیم من پارک میکنم ماشین رو پیاده میشم رو میکنم به حرم آقای مامرزا علیه السلام بح بح. سلامی عرض میکنم میگم آقا جون این بچه ها خانواده به خود حضرت عالی می سپارن کار اینا با خودتون تربیتش با خودتون چه آدم هوشمندی، چه آدم هوشمند زرنگ بوده زرنگ بوده همین که عرض میکنیم کرامت در نهایت هست عنایت در نهایت هست یه قدی توجه ما رو می توجه, توجه ما نیازم با داریم توجه ما و خب این فرزندم اینجوری اون وقتش خود حضرت چقدر قشنگ تر بیشتر از توقع خودشه درسته که توجه بی... ولی یه چیز دیگه شده این چون دیگه دست پرورده خدا ما بساست و این کلو ما دائما بکنیم زیر لب یا صاحب از زمان این صاحب. بچه رو به خودتون میسپار واقعا یا صاحب از زمان این فرزندم فرزند شماست شما پدر اصلیش هستید پدری رو تمام کنید در حقش ما اینجا بالاخره کمکش میکنیم شما عنایت کنید و حضرات بعده دادن دیگه گفتن تو لب تو تکم بدی جواب اومده و اینجوری هم هستن که آقا نون شب خودشون دادن چه برسه چیزی که آقا دنیا هدایت دست این بزرگواران آقا خیلی متشکر یه جمله بین همه ما جا افتاده متاسفانه چند وقتی بود دغدغه من بود که اینا یه جوری اصلاح بکنم توی جامعه دقل مخاطبینمون الان مقدرمش رو شما چی دید متاسفانه وقتی یک کسی رو میخوایم بهش یک کنایه بزنیم که تو آدم بی فکری هستی تو آدم بدون برنامه ریزی هستیم میگیم تو هم که همین جوری سپردیش به خدا به امون خدا اتفاقا این جمله با اون نگاه جمله غلطیه ولی به نگاه درست و حسابی این جمله کار درستیه و درست اصلا به خدا نسپارن به کی بسپارن اتفاقا باید به امان خدا سپرد مگر من چقدر توانم من یک آدم ضعیفم به نسخ آیات قرآن و به نسخ روایات انسان رو ضعیف خدا خلق کرده باید تکیه گاهش بگه یه چیز بالا و قوی باشه ولی متاسفانه وقتی میخوایم طرف رو توهین بهش بکنیم میگم تو آدم ناتوانی هستی به امون خدا سپردش در حالی که درستش به اصل ترین مطلب مثلا میدونم خدمت سید شاده تو زیارت حضرت که میگیم آقا اومدم اینجا که منو فی کفالت کلتی عمر ها منو تو کفالت خودتون قرار بده ده ده ده. من بیام تو امان شما پناه شما کفالت شما شما کفیل من بشید کفیل بچه های من بشید واقعا خدا خیرتون بده لحظات خوبی امروز مم. به برکت نام امیر و خانوادش در این روزی که آیه های خاص نازل شده تو برنامه های سل شد الحمدلله در عین اینکه به تصور آقا رسول الله برنامه ریزیاتون رو میکنید ولی باید آخر همه امور رو به دست خدا بسپاریم توکل و باورمون بر این باشه که همه کار خداوند متعاله و او همه زندگی ما رو اداره خواهد کرد البته آدم ها اگر زرنگ باشند بدون این توضیح منم هم همه کارشون رو به امان خدا میسپارن اما این لغت رو در گویشمون و مکالماتمون درست کنیم مثل خیلی از جملات دیگه که سعی هم توی برنامه های دیگه هم فرهنگش رو تغییر بدیم مثل نمیدونم این کوچه علی چپ و امثال این چیزا که باید یه مقدار دقتمون بیشتر باشه که معاوی صفت ها چگونه در لغات بچشی ها حتی این جملات رو قرار دادن ولی درستش همینه که در امان خدا باشیم به اندازه میان برنامه فاصله میگیریم از شما از تای فقیه رضایی رو باشون خدا الحمدلله از اونجایی که این روزها روزهای ترکیبی امیر و آقا رسول الله مثل روزهای گذشته که بحث مباهله بود و امروز هم که برای امیر فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسن این روز خاصی است و فضیلت خاصی رقم خورده میخوام این روایت دو سود رو برای شما بگم از وجود نازنین آقا رسول الله در رابطه با مقام پدر بگم به بهانه اینکه فرمود یا علی انا و انت و هاذه الامه آقا رسول الله میفرماید از نفرین پدر حذر کنید که بسیار سخت و سوزان است تا به اندازه ای که خداوند متعال میفرماید نفرین این پدر را پیش من آورید تا اجابتش کنم الله اکبر این قدیمی ها یه چیزی می گفتن می گفتن که از نفرین پدر بترس بعد می گفتیم خب مادر با این همه تذکر فرمود اون شیر شیری که مادر به شما داده اون شیر جلوی اون نفرین رو میگیره یعنی مهر مادری تهش اگر هم شروع کردی حرفی زدن نجات میده تو رو مگر اینکه دیگه برسه به یه حدی که مادر واقعا به مقام نفرین کردن فرقی اما پدر به جهت این که زحمت کشیده و کمتر جایگاهی برای او دیده شده تا یه چیزی میگه خدا میخره حرفش پس مواظب باشید ادامه روایت رو از وجود نازنین پیغمبر براتون بگم اولا فرمودن از نفرین پدر خود سخت بپرهیز زیرا چنین نفرینی ابر را میشکافد و بالاتر میرود و مورد توجه خداوند قرار میگیرد اینجاشا براتون گفتم تا آنجایی که خداوند میفرماید آن نفرین را نزد من آوری تا مستجابش گردانم بنابراین از نفرین پدر علیه خود سخت پرهیز داشته باشید زیرا از شمشیر برنده تر است یه تعلیق میخوام بزنم قبول کردیم که امیر مؤمنان با رسول الله پدران نوری ما هستند امام زمان همون امیر مؤمنانه که در زمان ماست او هم حکم پدری برای ما داره وای و بدا به حال کسی که پدرش اون هم پدر معنوی و نوریش از دستش ناراحت بشه و خدا برای اهدی رقم نزنه این گونه یعنی خدا که نمیخواد این هم مصطلح غلطی است که حتی سر زبون منم هست خدا نیاره اون روز رو یعنی کمک ما بکنه و توفیق بده که در مسیر حق قدم برداریم اما همان از اون وقتی که امامت لب به شکایت و به نفرین باز کنه البته یه جای امید برای خودمون باز کنیم امام با اون همه مهربانی که براش تعریف شده زمانی زبان به نفرین باز میکنه که دیگه آستانه عشق و صبرش نسبت به فرزندانش یعنی ما لبریز بشه برای سید و شهدا هیچ جا نداره که نفرین کرده باشه الا در شهادت علی اکبرش ببین دشمن چقدر شقی بوده که امام این که رحمت الله واسه هست رو به نفرین کشونده پس مواظب باش عمر سعدت نشی که امام زمان نفرینت کن در این روز که درهای رحمت الهی به نام امیر المؤمنین و اهل بیتش بازه از خدا بخواهیم که ما رو مورد لطف و مرحمت خودش قرار بده ما رو هم نشین با شیطان قرار نده یعنی چی؟ یعنی زمانی که میریم به سمت خطا کردن به سمت اینکه دل امام زمانمون رو بشکنیم اون موقع که هم نشین شیطان شده از خدا بخوایم که این لحظه و مرتبه برای ما رقم نخوره الله اللهم محمد و آل محمد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین خدا رو هزار مرتبه شکر که در روزهای پایانی این ما توفیق خدمت نصیب ما شده و می توانیم که با شما همراه باشید به عنوان آخرین تذکر به نفس خودم و برای شما فرمودند که سجده کنید در برابر خداوند که همان گونه که باد برگ ها را می ریزد سجده در برابر خداوند گناهان را می ریزد توی این لحظاتی که قراره به نماز منتهی بشه و اجابت کنیم دعوت خداوند متعال رو خوبه رسم برای خودمون بگذاریم قبل از اینکه نماز رو بخونیم یک سجده شکر و یک سجده اثر اخلاص در برابر خداوند متعال به جای بیاریم یا لاعقل انتهای نماز به مرسوم و به آن چیز دستور داده شده بعد از نماز و تسبیحات قبل از اینکه سجادت رو جمع کنی سجده بری سه مرتبه بگی الحمدلله 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 یا شکرا شکران لله شکران لله الحمد لله کما هو احلو بعضی ها هم فرمودن میتونید سمت راست صورتتون رو روی خاک بگذارید بعد از اون سه مرتبه ذکر بگویید سبحان الله سبحان الله سبحان الله و سمت چپتون رو به خاک یا به همون تربتی که دارید بگذارید و سه مرتبه بفرمایید استغفرالله 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 الله استغفر الله،, استغفر الله برای شما برکات خاص و خضوع و اخلاص قشنگی رو در طول روز و بلکه در طول زندگیتون رقم خواهد زد از همتون التماس دعا دارم دعا برای فراموش نشه تو این ایام سراسر سر اید از خداوند فرج امام زمان رو خواستار باشیم بگیم خدایا میخوای به ما عیدی بدی فرج آجانمون رو معجل بفرم در پناه حضرت حق باشید یا ایمده